سلام، امروز می‌خوایم در مورد دوربین 80D محصول شرکت کنون صحبت بکنیم. همونطور که می‌دونید این شرکت تولید کننده انواع دوربین‌های عکاسی و فیلم برداری و لوازم جانبی دوربین هستش. کیفیت عکاسی این دوربین 24 مگاپیکسل و با دو فرمت خام یعنی را و جی پیگ فایل ها رو ذخیره می‌کنه. از امکانات دیگه این دوربین صفحه نمایشگر 3 اینچیش هستش که قابل چرخیدن هستش، قابل چرخش هستش و تاچ اسکرین هم هستش. یکی از آپشن‌های خیلی خوب عکاسیش هم اونجوری که گفتم ذخیره کردن با فرمت جی پی گی را همزمان هستش، یعنی شما میتونید با دو فرمت فایلاتون رو ذخیره بکنید. این که فرق بین فرمت جی پی گی و را چی هستش توی ویدیو دیگه مفصل توضیح میدم، ولی برای الان جی پی گی به درد زمانی میخوره که شما مستقیم میخواید بعد از عکاسی اون عکس رو بدون تدوین بذارید روی سوشال میدیاتون، ولی فایل خام یا را فایلی هستش که فشرده نشده، حجم بیشتری داره، اطلاعات بیشتری روش ذخیره شده و کیفیت تصویر شارپتر هستش برای تدوین و کسایی که میخوان تدوین بکنن توصیه میشه که حتما نه با این دوربین، با هر دوربین دیگه با کیفیت و فرمت را عکس برداری بکنن. این دوربین از آپشن فلش برخورداره، همینطور دارای خروجی HDMI و USB هستش، HDMI برای وصل کردن به تلویزیون. این دوربین مثل هر دوربین نیمه حرفه‌ای دیگه دارای یک ورودی SD کارت هستش و SD کارت کارتایی هستش که بسیار سرعت بالایی داره، ولی خب مهم اینه که شما از چه SD کارتی استفاده میکنید. یه توضیح کلی در مورد دوربینای کنون و طبقه بندیشون بخوام بهتون بگم اینه که دوربینای دیجیتال کنون به 3 گروه تقسیم میشن: دوربینای آماتور، دوربینای نیمه حرفه‌ای و دوربینای حرفه‌ای. کنون این دوربین‌ها رو بر اساس کدهای 3 رقمی برای دوربینای آماتور و 2 رقمی برای دوربینای نیمه حرفه‌ای و تک رقمی برای دوربینای حرفه‌ای تقسیم میکنه. یعنی اگر این EOS 80D هستش 2 رقمی محسوب میشه و 2 رقمی تو رده دوربین‌های دیجیتال نیمه حرفه‌ای کنون قرار میگیره. ولی مهم این نیستش که این دوربین 2 رقمیه و توی رده نیمه حرفه‌ای کنون قرار میگیره. این دوربین قابلیت اینو داره که باهاش عکس برداری و فیلم برداری حرفه‌ای انجام بده. خیلی از عکاسای حرفه‌ای، اگر حرفه‌ای رو به معنی کسی بگیریم که از راه عکاسی و فیلم برداری کسب درآمد میکنه، از دوربین‌های سری 2 رقمی کنون استفاده میکنن. با همین دوربین‌هایی که تو سری رده بندی 2 رقمی کنون قرار میگیره و نیمه حرفه‌ای محسوب میشه، شما میتونید کار بسیار حرفه‌ای انجام بدید. کنون از سال 2003 با معرفی مدل 10D باب جدیدی رو تو عکاسی نیمه حرفه‌ای باز کرد. دوربین 80D کنون جانشین دوربین 70D هستش و الان که من دارم با شما صحبت میکنم مدل 90D کنون هم به بازار اومده. مهمترین تفاوت بین این دوربین و مدل جدیدش که 90D هستش قابلیت فیلمبرداری 4K 90D هستش. چون همطور که گفتم این دوربین قابلیت فیلمبرداری Full HD 60 فریم بر ثانیه را داره. این دوربین از بدنه خیلی محکمی برخورداره و هیچ تفاوت خاصی بین بدنه این دوربین و بدنه دوربین‌های سری حرفه‌ای کنون وجود نداره. یکی دیگه از قابلیت‌های مهم این دوربین راه ارتباطی NFC و وایفای هستش برای انتقال عکس به گوشی یا کامپیوترتون. این دوربین با اینکه دوربین بزرگیه ولی خیلی خوش دسته. کلا سری دوربینای کنون، دوربینای حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای کنون دوربینای خوش دستی هستن. همونطور که گفتم این دوربین
با اینکه یک دوربین عکاسی خیلی خوبه، یک دوربین فیلمبرداری خیلی خوبه هست. شما میتونید تصاویر خیلی قشنگ و زیبایی با کیفیت بسیار عالی با این دوربین ثبت کنید. قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی با سرعت 60 فریم بر ثانیه یکی از آپشن‌های خوب این دوربینه. این دوربین با دو فرمت ویدیوهای شما رو ثبت می‌کنه و ذخیره می‌کنه، یکی فرمت MOV، یکی فرمت MP4. فرمت MP4 یه چیزی مثل همون JPEG توی فرمت عکاسی. اگر شما می‌خواید مستقیما بعد از عکس برداری یا فیلم برداریتون ویدیو و عکستون رو روی سوشال میدیاتون بذارید، با فرمت JPEG برای عکاسی و MP4 برای فیلم برداری تصاویرتون رو ثبت بکنید. ولی اگر میخواید ویدیوهاتون رو یا عکساتون رو تدوین کنید، حتما برای عکاسی از فرمت را استفاده کنید یا همون خام، و برای فیلم برداری با فرمت MOV فیلم برداری بکنید. در مورد تفاوت‌های فرمت JPEG و را در عکاسی و فرمت MP4 و MOV در فیلم برداری توی ویدیوی دیگه مفصل توضیح میدم. یه نکته خیلی مهم در مورد عکاسی و فیلم برداری اینه که خیلی ها فقط به این توجه میکنن که چه دوربینی بخریم. در کنار دوربین خوب، شما باید حتما یه لنز خوب هم داشته باشید. یه دوربین خوب به تنهایی نمیتونه عکس و ویدیوی خوبی رو ثبت بکنه. همونقدر که انتخاب یه دوربین خوب مهمه، انتخاب یه لنز خوب هم مهمه. لنز حکم عینک دوربین رو داره. اگر از عینک خوبی برای چشمای دوربین استفاده نشه، تصاویر خوب و شفافی رو به ثبت نمیتونه برسونه. در مورد بهترین نوع ستینگ برای فیلم برداری و بهترین نوع ستینگ برای عکس برداری با این دوربین خاص براتون توی ویدیوهای مستقل توضیح میدم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.